سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 عقرب سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 نوامبر سال 2024 میلادی. در نخواست سرخط مهمترین خبرها. ابراز بی‌خبری حکومت مالدیف از دیدار دو جانبه سفیر این کشور با سفیر افغانستان. تحلیلگران چنین اظهارات را سیاست محافظه‌کارانه می‌خوانند. دوام سلسله اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه. وزارت مربوطه می‌گوید که تدابیر شدید را به آن اتخاذ نموده است. و جان باختن و زخمی شدن ده‌ها تن بر اثر رعد و برق در یوگاندا. حکومت مالدیف میگوید که دیدار دو جانبه سفیر این کشور و سفیر افغانستان در اسلام آباد بدون اجازه آنان صورت گرفته است. وزارت امور خارجه مالدیف تا اعلامیه در کنار اقدام درباره این کار افزوده است که موضع کشورش درباره افغانستان روشن است و پالیسی سازمان ملل متحد در این باره را تعقیب میکند. تحلیلگران این گونه اظهارات درباره افغانستان را مانند سایر کشورهای جامعه جهانی سیاست محافظه‌کارانه میخوانند. با گذشت دو روز از دیدار رسمی سردار احمد شکیب شاجدافیر افغانستان با سفیر مالدیف در اسلام آباد، اکنون وزارت امور خارجه مالدیف در این باره اظهار نظر کرده است. وزارت امور خارجه مالدیف در اعلامیه در این باره گفته است که این دیدار بدون اجازه حکومت این کشور صورت گرفته است. در اعلامیه با آنکه جزئیات بیشتر داده نشده است، اما گفته شده که وزارت امور خارجه این کشور درباره این عمل سفیر خود اقدامات را انجام خواهد داد. حکومت مالدیف می خواهد بگوید که دیدار اخیر میان کمیشنری عالی مالدیف و نماینده افغانستان در اسلام آباد به رضایت و اجازه حکومت مالدیف صورت نگرفته است. اکنون حکومت مالدیف در این باره اقدام مناسب انجام می دهد. وزارت امور خارجه مالدیف در اعلامیه گفته است که این کشور درباره افغانستان اقدام یک جانبه انجام نمی دهد و در این باره پالیسی مجمع عمومی سازمان ملل را تعقیب می کند. این دیدار که در اول ماه نوامبر صورت گرفت، دو طرف در کنار روابط دو جانبه روی مبدل شدن افغانستان به عنوان کشور نقطه وصل منطقه نیز صحبت کردند. هر شی دپاره خو ضرورت به نی چی سفیر به اجازه واخلی، پدې چی دا ملاقاتون خو دومره په اصطلاح ارین ندی چی دوی سفیران چی فوقلاده استازی دیده و ایوادو بیا که مهم مسئله نی بیا ده سر اجازه واخی ده خارج وزارته که چیری مهم مسائلی چی دوگو ایوادو ده سفیران لخوا پیشنهاد سوایی مهم مسئله بی بیا دوی کول سیخ ده دولت سر تماس و نیسی و مشوره وکی. تحلیلگران سیاسی دیدار نماینده های سیاسی کشورها در کشور سیوم بر اساس اصول دیپلماتیک را حق آنان می دانند که می توانند بدون اجازه دستگاه دیپلماتیک انجام دهند. اما این قضیه زمان برای افغانستان متفاوت می شود که تاکنون امارت اسلامی از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و با توجه به این مسئله ممکن شماری از کشورها برخورد محافظه‌کارانه نمایند و در آینده به دلیل حراس از عواقب احتمالی این گونه اقدامات محتاطانه را بردارند. دغه لیدنه د دوالو سفیرانو ترمنځ د دې سپارښتنه نه ده سوی ممکن وی به، خو بیا هم دغه سفیر حتمی دی کومې مرجې نه کومه مشوره ترلاسه کړي، خو که چېرته هېڅ مشوره یې ترلاسه کړې نه وي په خپل سیاسي نوښت یا په دیپلوماتیک نوښت دا کار کړی وي، هغه په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان مسله په راتلونکي کې ډېره مهمه ده. این در حالی است با آنکه حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما به شمول روسیه، چین با شمار از کشورهای همسایه تعاملات سیاسی و دیپلماتیک دارد. مقام های امارت اسلامی در این مدت خواهان روابط نیک و بر اساس احترام متقابل با تمام کشورها شدند. با فرارسیدن فصل سرما بار دیگر سلسله اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه افزایش یافته است. وزارت امور مهاجران و عادت کنندگان میگوید که با تسریع این سلسله تدابیر شدید را به آن نیز اتخاذ نموده است. آنان می افزایند سال گذشته صدها هزار افغان از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به طور جبری اخراج و دوباره به کشور برگشتند.
مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اعضای کمیته اسکان موقت در دیدار با معاون اداری ریاست الوزراء مشکلات مهاجران را در میان گذاشتند. مقام های این وزارت میگویند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه افزایش یافته، اما به گفته آنان مسئولان این کمیته به هدایت رهبری کمیسیون و کمک کمیته های دیگر توانستند تا موضوع عودت افغان ها را از کشورهای همسایه به طور درست مدیریت نمایند. آنان از کشورهای همسایه می خواهند تا از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بردارند و با مهاجران افغان مطابق به اصول همسایگی خوب برخورد نمایند. اجباری خو حال فعلا مهاجرین خو اجباری گپ نیست، فقط همو مهاجرینی که اون اسناد و مدرک نداره، اونا به خاطر کار رفته و امونا دسکر میشه، از ایران زیادتر برگشتانده میشه و از پاکستان هم برمیگرده لیکن کمتر است و از ایران زیادتر است، از ترکیه هم برمیگرده. عبدالرحمن راشد میگوید سال گذشته صدها هزار افغان از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به طور اجباری اخراج شدند که اکنون به کشور برگشتند. راشد میافزاید برای عودت کنندگان در داخل کشور تسهیلات لازم به میان آمده و در حال حاضر حدود 8 میلیون مهاجر افغان در ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی مستقر هستند. کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه ما تقریبا 8 میلیون شاید خودیگه زیادتر کم مهاجرین داریم. 3 میلیون به پاکستان هست و تقریبا به 3 میلیون هم به ایران هست و همچنان تقریبا 1.5 میلیون هم به ترکیه باشه ممکن و دیگه هم به کشورهای اروپایی و اینا مجموعا شاید خوب 7 میلیون 7.5 میلیون 8 میلیون میرسه. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء به کمیته اسکان موقت مهاجران هدایت داده تا با توجه به فرارسیدن فصل سرما به مشکلات افغانها به طور درست رسیدگی نماید. همزمان با آن مهاجران افغان از حکومت سرپرست میخواهند تا برای حل مشکلات و چالش های مهاجرین افغان با مقام های کشورهای همسایه به طور مستقیم گفتگوها را آغاز نماید تا باشد کشورهای همسایه از آزار و اذیت و اخراج اجباری آنان دست بردارند. ډیر زیات مشکلات ته دلته مونږ ته نوي نوسیار رځي ناتشي وزارت رځي مونږ آخره کې بیا هم دغه غوښتنه لرو د په افغانستان موجوده حکومت مشرانو نه چې پاکستان او ایران کې مونږ ته ډیر زیات مشکلات ستونزې دي باید چې د دې مخنیوی دي وشي. مقام ها برای اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه در تورخم، کندهار، نیمروز و هرات کمپ‌های موقتی را ایجاد کردند که تمام امکانات در آنها جابجا شدند. در همین حال کارشناسان امور سیاسی روی وضعیت مهاجران افغان در کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه نگرانی ابراز کردند و از مقام‌ها می‌خواهند تا به مشکلات آنان در کشورهای میزبان رسیدگی نماید. که دو نماینده های سازمان ملل متحد، نماینده ایران، نماینده افغانستان، نماینده پاکستان حضور داشته باشند تا به تدریج مهاجرین افغان با کمک سازمان ملل متحد اونا بازگشت کنند به وطن عزیز خود. یک سازمان حقوق بشری موسوم به هنگاو روز یکشنبه تا یک گزارش گفته است که علاوه بر اخراج اجباری ماه گذشته 9 افغان در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش سطح افغانهای زندانی در این کشور در حال افزایش است و در 3 سال گذشته شمار افغانهای اعدام شده به 90 تن رسیده است. شماره از دکتران جرمنی اطمینان دادند که به تداوی سوختگی و کودکان ابتلا به بیماری استخوان ادامه می دهند. آنان می افزایند که در گذشته نیز شمار زیاد از کودکان افغان را تداوی کردند و بر اساس همدردی بشری در آینده نیز این پروسه را ادامه می دهند و به آن متحدند. مقامات حکومت نیز از تلاش های مؤسسات خیریه در بخشی که امکان آن در افغانستان وجود ندارد استقبال می کنند. بنیاد خیریه قریه صلح جرمنی از سالها به این سو تداوی کودکان افغان را می نماید که به بیماری سوختگی و یا هم استخوان مبتلاند. این بنیاد یک بار دیگر 89 کودک افغان را برای تداوی به جرمنی می برد که در افغانستان امکان تداوی آنان ناممکن است. نماینده این بنیاد می گوید که تلاش می نمایند به تداوی این کودکان در جرمنی به صورت کامل رسیدگی شود. ما
میدانیم که دوری کودکان برای شما خیلی سخت است، اما بهتر خواهد بود که تداوی کودکانتان صورت گیرد. ما هم اولاد داریم، تلاش میکنیم تا کودکان شما کمی پدر و مادر را احساس نکنند. ما به کودکان شما مثل پدر و مادرشان محبت میوردیم. از سوی دیگر، مقام های جمعیت هلال احمر افغانی با ابراز قدردانی از این بنیاد میخوان تا این پروسه را تداوم بخشد و اعزام کودکان بیمار افغان به جرمنی را افزایش دهد. و آخر که بیاد یه سولی، یه کلی، یه موسیسی نمانه نکو او لدوی نمطالبه کو شه یه مگر دیر زیاد مریضان دی پا افغانستان که دان نه حتیان دی دیر زیادی. افغانستان خو الحمدلله یو لوی عزتمن ملک دا او خو نفوس لرو الحمدلله نو پا یکی دیر زیاد داشی مریضان دی چه دوی دا خپل احسایا نورم اضافه کی. اصای هم خانواده های این کودکان ابراز خوشی دارند که برای کودکانشان زمینه تداوی مساعد شده است. آنان از حکومت میخواهند تا برای این دکتران زمینه تداوی کودکان را در داخل کشور مساعد نماید. دوی مسلم مادر هیله ده چه در پروسه لگ زیاد ها که مریضان لگ زیاد بوزی، زکا چه افغانستان که در مریضان پاک دیر دی، دوی نمی هیله ده چه در تعداد داغه ور زیاد کنه. ز د افغانی سری میاشتی د ټولنې د دې همکاریو او د آلمان د کلی د خیریه موسسه د دې همکاریو څخه چې د دې کړیدلی ولس هغه ماشومان چې په دې وطن کې علاج نه کیږي دوی لزانه سره بیایي او هلته یې په پوره پوره معنا سره د دوی هر ډول خدمت او د دوی د علاج دپاره زمینه برابروي. بر اساس معلومات مقام ها، بنیاد خیریه قریه سال در دو سال گذشته 4920 کودک را تداوی کرده است و در حال حاضر نیز حدود 120 کودک افغان تحت تداوی در جرمنی قرار دارند. نشست تأخیر استانبول سمبولیک و تلاش برای مطرح شدن خود از سوی اشتراک کنندگان خوانده شده است. کارشناسان میگویند آن در نشست هایی که میان افغان ها برگزار میگردد باید در داخل برگزار شوند و هیچ نشست بین المللی بیرون از کشور نتیجه بخش نیست. در این حال مسئول پیشین بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران نشست استانبول را تلاش برای به دست آوردن نظریات برای نشست آینده دوحه خوانده است. به تازگی رسول موسوی مسئول پیشینی بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران نشست اخیر استانبول را که در عقب دروازه‌های بسته میان شمار از افغانان برگزار گردیده تلاش برای کسب نظرات برای نشست آینده دوحه خوانده است. این دیپلمات پیشین ایرانی نگاشته که نشست استانبول نقش حامی فکری و نظری برای نشست آینده دوحه را ایفا می‌کند. در همین حال کارشناسان امور نشست اخیر استانبول را سمبولیک خوانده و می‌افزایند که در حقیقت این نشست غرض مطرح نمودن خود غرض اشتراک در نشست چهارم دوحه برگزار شده بود. آنان میگویند اگر به طور واقعی اشتراک کنندگان این نشست میخواستند که به یک نتیجه مطلوب دست یابند، پس بهتر این بود که در رابطه به چگونگی اجندای این نشست با رهبر امارات اسلامی صحبت میگردید. در نشست سمبولیک ولا در نشست په حقیقت که د دوحه څلورمی غونډې ته د ځان مطرح کول ولو نه د افغانستان د نننې حاکمیت سره د تعامل په مفهوم باندې په کار داول چې د دې ناستې په اړوند باندې د اسلامي امارت د مشرتابه سره مخکې له مخکې څخه بحث سوی وایي د اجندا په اړوند باندې او د دې ناستې مرکزیت افغانستان ولای. در کل باور بر این است آنده نشست هایی که در رابطه با افغانستان میان افغان ها برگزار می گردد باید در داخل افغانستان دایر شود. کارشناسان می گویند تجارب گذشته نشان داده که برگزاری نشست ها در رابطه با افغانستان در خارج از کشور نه کدام جایی را گرفته و نه هم نتیجه مطلوبی را در پی داشته است. تر کوم ځای پورې چې تیر تجربه خود لیده هیڅ یو بیرونی ناست کومه خاصه ګټه نه درلوده. زما په اند باندې دا ډیره بهتره چه در افغانان و ترمنز خپل منزی تفاهم ناست به داخل در افغانستان که وشی دقیق با مسریت دیر بهتری طرق ناست چه بیرون که
اما برخی دیگر بدین باورند برگزاری نشست‌ها میان افغان‌ها که در آن روی حل قضایای افغانستان تاکید می‌گردد اقدام مثبت است، اما چهره‌های تجربه گردیده که 20 سال به ملت امتحان داده نه برای ملت قابل قبولند و نه هم قابل قبول برای حکومت کنونی افغانستان هستند. آنان می‌افزایند ممکن برخی از افراد از نشست استانبول در نشست چهارم دوحه که قرار است در آینده برگزار گردد اشتراک نمایند، اما مانند سایر نشست‌های گذشته دوحه نه که به نام فعالان مدنی برخی از افراد در آن اشتراک کرده بودند و آدرس آنان هم مشخص نبود. هر چرته چه دی افغانان غونډی جوړیږي که پیغو کې حد عقل پراتلون کې باندې بحث کیږي، البته په مسلمت امیز ډول سره د تر ټولو ډیره ښه ده. خو یو تعداد دي چې هغه نه ولس منی او نه وسنای حکومت منی، چې دیغه په مقابل کې د ټولو دریض یو دی. د سلارمې ناستې دپاره چې په دوحه کې په نیات کې ده ممکن یو شمیر استازی بیا هماغلته راشي ګډون وکړي، نه د تیر په څیر لکه د مدني ټولنو استازی چې هغوی هیڅ آدرس نه درلوده. نشست تحت نام فرم بحث ملی که به روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در عقب دروازه‌های بسته در شهر استانبول ترکیه برگزار شده بود، ده‌ها چهره‌های افغان در آن اشتراک کرده بود. ظاهرا هدف از برگزاری این نشست جمع‌آوری تمام طرف‌های دخیل در مسائل افغانستان یاد شده و تاکید گردیده که از راه‌های مذاکرات غرض تحکیم صلح و ثبات در کشور راه حل‌ها پیش گردد. شمار از باشندگان ولسوالی های دور افتاده ولایت ننگرهار در نزدیکی خط دیورند خواستار تطبیق پروژه های انکشافی در این ولسوالی ها اند. آنان می گویند که بر اثر جنگ های گذشته مناطقشان آسیب دیده و اکنون در کنار صحت و بازسازی به تطبیق شمار از پروژه ها نیاز دارند. همزمان مقامات حکومت ارائه خدمات به مردم را از اولویت های کاری حکومت می دانند و می افزایند که برای این کار یک اندازه بودجه را نیز اختصاص دادند. زیاتره په دې ولسوالیو کې مکتبونه او مسجدونه جوړ شوي چې په سلو کې اتیا فیصده نوي فیصده کارونه شوي لس فیصده او شل فیصده کار یې پاتې دی. غوښتنه مرلنه دا ده که انجوګانو ته دغه کوئ که هر چا سره دا پرېکړه کوي دغه کارونه بشپړ شي. اوس رښتیا که ته د چا نه د تسبې ورقه وایې صحیح ده، دا یو کیدای په نظامي دغو کې جنګونه کړي دي، دې ولس کوم دا قرباني ورکړي. هم دې ستا په نامه باندې دا ولس بمبار شوی دی، د ده زنانا مړه شوې ده، د ده ماشوم مړ شوی دی، دا په خپله دغه شانې تلفات دې ولس ورکړي. ته تې اوس د تسبیع ورقه مه غواړه، ته تې تضمین او ضمانت غواړه، ته تې ملک او مشر واخله. امرومی شیخ سپاول قدم کې یو میلیارد افغانۍ منظور کړي چې په دې کې هغه سرحدي سیمو دپاره چې هلته کلینیک پې جوړ شي، مکتب پې جوړ شي، هلته سړک پې جوړ شي، هلته د اوبو شبکې پې جوړ شي. الحمدلله هغه سر به مهیایي کېدو کې ده، انشاءالله ډېر ژر به کار شروع کړي. نه تاریخ همدا هغه تاسو ولې د سرحداتو په سیمو کې ولسونه چې زموږ تاسو د بنهکېدنه ډېر لرې پراته دي، د خدماتو نه محروم پاتې شوي دي. مسئولین حوزه دریایی هریرود مرغاب از کاهش آب‌های زیرزمینی ابراز نگرانی دارند. آنان می‌گویند که برای جلوگیری از کاهش آب‌های زیرزمینی پلان حفر 4 را دارند و بر مدیریت درست این منابع تاکید می‌ورزند. از سوی دیگر باشندگان هرات از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. خشکسالی حفر چاه‌های عمیق برای آبیاری زمین‌های زراعتی و مصرف بی‌جای آب باعث شدند که سطح آب در اینجا از 3 الی 7 متر پایین بیاید. مسئولین حوزه دریایی هریرود مرغاب می‌گویند که برای جذب آب باران‌ها و تقویت ذخیره آب در هرات حفر چاه‌ها را روی دست دارند. مالکینی که در ساحات شهری از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند به خاطر جبران کمبود آب کوشش بکنند مراجعه کنند به اداره حوزه دریایی تا می ساختمان های تیپی که به منظور حفر آبهای باران از سطح بوم ها ریچارج از این آبهای زیرزمینی حفریات معقول و منظم و منطقی داشته باشند تا قسمتی از کمبودات بتونیم جبران. از سوی هم شماره از باشندگان هرات نیز با اشاره به کاهش آبهای زیرزمینی بر مدیریت درست این آبها تاکید دارند. آنان میگویند که کمبود آب زندگی آنان را با مشکل مواجه ساخته و از مردم میخواهند تا با جلوگیری از مصرف بی‌جای آب
مسئولیت خود را ادا نمایند. په کانال کې مش برماواله د برمیو سم شانکران ډکو دا یو صد وا صد درې صد مش په نوبت کې ولاړ شانکران ډکو جن دا غسه مش وبو وړو که چه اندازه اسلام به آب و بالاخره امانت کرده از هدر دادن آب و در پلزو هم دولت وظیفه و مکلف که از طریق رسانه ها، رسانه های اجتماعی، تلویزیون ها، برنامه ها، مجلات مردم رو تشویق بکنن. در یجات که میره میبینیم که دهقانا به خاطر که آب نیسته و دریا نیسته گرفتن مثلا سولر از سولر استفاده میکنن و چا زدن از او آب میکشن او بازک است. این از یک لحاظ خوب است که به ما میتونه که سر سبزی به ما بیاره میتونه، اما باید اسراف صورت نگیره و به موقع صورت نگیره، زیادتر صورت نگیره که اسراف شوه و از کمبود آبهای زیرزمینی ما مواجه شویم. بانک کاهش آبهای زیرزمینی در شبکه های آبرسانی در شهر هرات کم محسوس می شود، اما مردم در ولسوالی های این ولایت با این مشکل بیشتر مواجه اند. کمیته هالند در سه ولسوالی ولایت کندهار چهار مرکز جمهوری شیر را ایجاد کرده است. مسئولان محلی میگویند که این مراکز در قریه‌جات از مالداران شیر را خریداری میکنند تا برای محصولات آنان بازاریابی صورت گیرد. از سوی دیگر مالداران میگویند که واردات شیر خشک از بیرون کشور بازار فروش محصولات آنان را کمرنگ ساخته است. در ولسوالی های دند، پنجوایی و اسپین‌بولدک کندهار برای بازاریابی به محصولات مالداری به حمایت مالی کمیته هالند چهار مرکز جمع‌آوری شیر ساخته شده است که در آنها از 400 مالدار شیر خریداری می شود و دوباره به بازار عرضه می گردد. مسئولین ریاست زراعت کندهار می گویند در کنار مراکز جمع‌آوری شیر برای مالداران وسایل معیاری جمع‌آوری شیر نیز توزیع شده است. دغه کوم مرسته چې د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالداری ریاست په هڅه باندې په افغانستان کې د هالند کمیټې یا ډي سي ایم او سی په مالی لګښت باندې توزیع کیږي. تقریبا 300 مالدارانو ته د مالداری سکتور د ودې او پراختیا په موخه باندې د مالداری سکتور په پرله پسې توګه باندې هڅه کړې ده چې د مالدارانو او دغه ترڅنګ د کرنې په برخه کې په هر ډول کې د دې سره تر شا ودرېږي، د دې په روزنه کې کار وکړي، د دې سره پر اړینې مرستې دغه منګه یو سنټر څنګه جوړ کړی. تقریبا په دې باندې یو لکه شپږ روپۍ مصرف راغلی ده. دغه تقریبا څلور سنټر دي او هر یو سنټر 400 نفر لري چې په مجموع کې 400 نفر کېږي سره. از سوی دیگر مالداران از توزیع وسایل جمع‌آوری شیر و ساخت مراکز آن ابراز خوشی دارند، اما از موجودیت شیر خشک در بازارها شکایت دارند که به گفته آنان این کار بازار محصولات آنان را کم رنگ ساخته است. هغه د بیا مشته ډیر ښه کار کوي. دغه نورې ژړې بوشکې د بی چیجې هغه موږ ته شیجې د څه په د څه خرابوي، یعنی ځکه چې موږ دوکانداران یې ډېر تاوانیان کړي یو شیجې راوړي ګراک، هغه یو ساعت نیم ساعت بعد بیا هغه شیجې خراب وي. بازار موږ اوس ډېر کښته دی، شی دلته ګران دی، دلته شی نشته. کنجاره ګرانه ده، دغه خوراکه ګرانه ده، دلته شیجې ارزانه اخلي په سل افغانۍ اخلي. بلته څه دغه غوښتنه ده چې دا پوډري شیجې ورکې کړي او د دغه خلکو چې دغه موږ سره دغه مرسته یې کړې ده، دغه ډېر ښه شیان دي، شیجې نه خرابوي. زموږ دا ژړې بشکې وې په دوو کې به څه خراب سولې. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری این ولایت، حدود 650 فارم گاو در ولایت کندهار موجود است که روزانه از آنها نزدیک به 50,000 لیتر شیر جمع‌آوری می شود. اول هم چند خبر مهم از جهان. بر اثر رد و برق در یوگاندا ده ها تن جان باخته و زخمی شدند. مقامات امنیتی این کشور میگویند که در شمال این کشور در کمپ لامو در اثر برخورد رد و برق در این منطقه 14 تن جان باختند و 34 فرد دیگر زخم برداشتند. مقامات این کشور افزودند که این حادثه زمان رخ داد که مردم برای ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند. بر اساس گزارش‌ها شمال یوگاندا که بیشتر ساکنان آن اتباع سودانند، از سال 2011 و 2020 میلادی نیز شاهد چنین حادثه بود که به شمول کودکان نزدیک به 20 تن جان خود را در آن از دست دادند.
در حملات تازه اسرائیل بر غزه بیش از 30 تن جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی صحت و نهادهای صحی در غزه میگویند که نیروهای اسرائیلی در شمال غزه به کمپ‌های بیت لاهیا و جبالیه روز گذشته حملات هوایی انجام دادند که بر اثر آن 31 تن جان باختند و شمار دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی بر شفاخانه‌های کمال الدوان و اندونزیا نیز حملات هوایی انجام دادند که در آن شمار زخم برداشتند. از سوی دیگر در حملات اسرائیل بر دو شفاخانه در لبنان دو دکتر جان خود را از دست دادند و شمار هم زخم برداشتند. برنامه جهانی غذا بر دوام کمک‌های بشری در غزه تاکید کرده و هشدار داده است که هرگاه کمک‌ها به موقع ارسال نگردد، بحران بشری در این منطقه افزایش خواهد یافت. در نتیجه انفجار بمب در کشمیر تحت کنترل هند بیش از 10 تن زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها در کشمیر تحت کنترل هند در بازار سرینگر بر اثر پرتاب بمب دستی بر پلیس هند 11 تن زخم برداشتند. مقامات امنیتی محل افزودند که زخمیان این رویداد را برای تداوی به شفاخانه منتقل کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. این حمله بر نیروهای پلیس هند در این منطقه کشمیر در حال صورت می‌گیرد که دو روز قبل نیروهای امنیتی هند یک کماندان و دو عضو گروه مسلح لشکر طیبه را در کشمیر از بین برد. و خبر اخیر این که آمریکا، ژاپن و کره جنوبی تمرینات مشترک هوایی را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حال تمرینات مشترک هوایی را آغاز کردند که کره شمالی از آزمایش راکت بالستیک جدید خبر داده است. این در حالی است که کره شمالی بر دوام برنامه اتمی این کشور پنج شنبه گذشته راکت بالستیک جدید مدل هواسانگ 19 را با موفقیت به سمت بحیره غرب پرتاب کرده است. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. شلا نگهدار.